راه بشیم با همکارم جواد همدانی که جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما بگه. جواد. فلیپو گراندی رئیس UNHCR سفر 3 روزه‌ای به پاکستان داشته و در این سفر او با مقامات پاکستانی از جمله نخست وزیر پاکستان و همچنان با وزیر خارجه پاکستان دیدارهای مهمی داشته. این سفر دستاوردهای مهمی برای مهاجران افغان در حال حاضر در پاکستان اونایی که هستند برای آنها داشته و مهمترین دستاوردی که این سفر داشته و UNHCR هم خبرش رو منتشر کرده اینه که پاکستان بنابر درخواست آقای فلیپو گراندی روند اخراج مهاجران افغان را که به گفته پاکستانی‌ها فاقد مدارک بودند متوقف می‌کنه و دیگر قرار نیست که پاکستان این اخراج مهاجران فاقد مدارک را ادامه بده. آقای گراندی نسبت به موافقت پاکستان با درخواست UNHCR نیز ابراز خرسندی کرده و گفته که انتظار داره که پاکستان بر سر این تصمیم خواهد ماند و پاکستان اخراج مهاجران غیر قانونی را همچنان متوقف نگه خواهد داشت. جلسه کابینه دولت پاکستان هم به ریاست نخست وزیر پاکستان شهباز شریف الان در پارلمان پاکستان در حال برگزاری است. از در واقع در این جلسه امروز 11 مورد توسط کابینه مورد بررسی قرار میگیره. از جمله موضوعاتی که در این جلسه درباره آنها تصمیم گیری می شود بحث تمدید کارت مهاجرت یا مدرک اسکان مهاجران افغان در پاکستان هستش. به گفته منابع به احتمال زیاد این کارت ها برای 1 سال یا حداقل 6 ماه تمدید خواهد شد. در دیدار روز گذشته آقای فلیپو گراندی با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم نیز این موضوع تمدید کارت مهاجرت یا سند ثبت به عنوان مهاجر در پاکستان مطرح شده بود و آقای گراندی از طرف پاکستانی خواسته بود که این کارت ها به موقع باید تمدید بشود چون شکایات زیادی وجود داشت که کارت های مهاجران افغان به موقع تمدید نمیشه و به خاطر عدم تمدید کارت این مهاجران که رسمی هستن یک حالت غیر رسمی یا غیر قانونی پیدا میکنن و مورد آزار و اذیت پلیس قرار میگیرن. همچنان منابع پاکستانی میگویند که نخست وزیر پاکستان در دیدار با رئیس UNHCR نسبت به کند بودن روند انتقال مهاجران افغان به کشور سوم هم شکایت داشته و به رئیس UNHCR گفته که طی 3 سال اخیر از 70,000 نفر تنها در واقع 9,000 افغان که در دوره جمهوریت با نهادهای آمریکا یا متحدان آمریکا همکاری می‌کردند از پاکستان به کشورهای سوم انتقال داده شدند. سال گذشته وقتی پاکستان تصمیم اخراج مهاجران غیرقانونی را عملیاتی ساخت آن موقع هم دسته ای از مهاجران به مهاجران در واقع افغانستان بودند که اخراج نشده بودند چون به پاکستان گفته شده بود که جان این افراد در افغانستانی که تحت حاکمیت طالبان هست در خطره. جواد همدانی همکارم در اسلام‌آباد پاکستان، مرسی جواد از توضیحات کاملت.